مرحبا، خدا سلام و شبتان بخیر. امروز پنجشنبه 31 جوزای 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 21 جون 2018 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آردیانانی خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها: آزاد گذاشتن رفت و برگشت طالبان در بخش های زیر اداره حکومت، به شرطی از اینکه بدون سلاح بیایند و راجستر شوند ممانعت نیست. اما و تغییر راهکار امریکا در قبال پناهجویان. حکومت رفت و آمد جنگجویان طالب را به شهرها و بخش‌های زیر اداره دولت تا پایان آتش بس یک جانبه حکومت آزاد گذاشته است. وزارت دفاع میگوید که طالبان بدون جنگ‌افزار میتوانند به مناطق زیر حاکمیت دولت بیایند، اما اگر نشانه ای از تهدید برخواسته از آنان در شهرها دیده شود، با برخورد نیروهای دولتی روبرو خواهند شد. وزارت دفاع همچنان انتقاد میکند که طالبان از آتش بس دولت سوء استفاده کردند و در واپسین حمله آنان در فاریاب دست کم 10 سرباز ارتش جان باخته است. باعث حیات با جزئیات بیشتر. ادامه آتش بس یک جانبه حکومت و اجازه ورود به جنگجویان طالب در قلمرو دولت. به گفته ارتش، طالبان تا پایان آتش بس یک جانبه دولت که 5 روز از آن باقی مانده، می توانند در بخش های زیر اداره دولت رفت آمد کنند، مشروط بر اینکه جنگ افزار نزد خود نداشته باشند، به شرطی از اینکه بدون سلاح بیایند و راجستر شوند ممانعتی نیست. اما در صورتی که اونا بالای نیروهای ما آتش میگوشند و نیروهای ما را به چالش میکشانند، یقینا ما متوجه خواهیم بود. اما در جریان آتش بس طالبان با دولت، برخی از این گروه به شهرها آمدند، اما کل آنان دوباره به سنگر بر نگشتند. مردم نگرانند، اما ارتش میگوید تهدید برخواسته از افراد این گروه در مناطق زیر حاکمیت دولت تا اکنون دیده نشده است. گدودی سه رقم گروه داخل شهر آمده، به یک نسبت مردم نگران کننده است. در ولایتی که باشه، در شهر باشه، حکومت با جلو از طالبان را باید بگیره که کدام گپ چیز نشده در داخل کابل. در جریان آتش بس یک جانبه دولت، طالبان در بخش های گوناگون ده ها نیروی دولتی را کشتند و حمله هایشان را شدت بخشیدند. در تازه ترین حمله این گروه بر چند پاسگاه در فاریاب هم دست کم 10 سرباز ارتش جان باخته و 10 سرباز دیگر زخم برداشته است. با سوء استفاده از آنچه که ما آتش بس را مراعات کردیم، اونها بعضی تهدیدات را متوجه مردم و دولت ساختند. عملیات های نیروهای دولتی در برابر طالبان متوقف است، اما در دفع حملات این گروه نظامیان بر طالبان هم تلفات وارد کردند. اگر طالبان هم در داخل شهر کابل بیایند یا سایر شهرهای دیگه، بالاخره پیش از اونها یک موضوع کاملا متجلی میشه که وی عبارت از این است که ما چرا می جنگیم، چرا میاییم در شهر، پس دوباره چرا میریم. بالاخره یک تغییری در رویشان میه. هرچند که طالبان در روزهای عید در جریان آتش بس از سوی دولت، مردم و نظامیان کشور گرم استقبال شدند، اما این گروه عکس انتظار مردم و دولت، دوباره به دوام آتش بس پشت پا زد و بار دیگر بر طبل جنگ کوبید. تا 7 روز دیگر فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها اعلام خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتوانست از درب مرکز صاحبی کمیسیون انتخابات را در غزنی باز کند. دلیل بسته بودن دفتر صاحبی انتخابات در غزنی ناامنی گفته شده است. وزارت دفاع ملی میگوید برای تامین امنیت غزنی تلاش دارند و برای هر نوع همکاری برای برگزاری انتخابات آماده اند. علی اصغری گزارش می‌دهد. پس از 7 روز کمیسیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها را مردمی خواهد کرد. غزنی تنها ولایت است که تاکنون هیچ نامزدی برای انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها ندارد. نه اینکه مردمان این ولایت نمیخواهند خودشان را برای انتخابات نامزد کنند، بل دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی مسدود است و گفته می شود برای باز کردن آن هیچ تلاش جدی هم نشده است. پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود
که این چالش را با اداره ارگانهای محلی حل می کند. اما از آن وعده روزها گذشته است. تقاضای جدیشان هم مسئله کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی در ولایت غزنی بودن. این مسئله از حیطه صلاحیت کمیسیون بالا است و وقت از او هم گذشته. ما موضوع را به مقام ریاست جمهوری رساندیم. در حالی که 30 ماه با زمان مبارزات انتخاباتی مانده است و از کنکاری های کمیسیون مستقل انتخابات هم هر روز شکوه می شود. برای باشندگان غزنی از این بابت کی پاسخ بود؟ کمیسیون مستقل انتخابات تحت تأثیر اشاره ها و فرمایشات برخی از عناصر در ارگ و ریاست اجرایی است و به همین لحاظ هست که با یک نوع انفعال و تأثیر پذیری و حتی به تفاوتی برخورد میکنه. عامل اساسی این چالش ها و نگرانی ها حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات است که متاسفانه هیچ نوع پاسخگویی از خودشان ندارن و تلاش نمی کنن که بهبود وضعیت کار صورت بگیره. با این وضعیت شاید هم برگزاری انتخابات ناممکن باشد. نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات از ناحیه امنیت در ولایت های ناامن و به ویژه غزنی را ارتش این گونه پاسخ می دهد. برای امنیت انتخابات هر شب و روز ما در اونجا فعال هستیم و این فعالیت به خاطر مطلبی که او عبارت از تامین امنیت انتخابات است ادامه دارد. در کنار این کمیسیون همچنان گفته بود که تا زمان آغاز مبارزات انتخاباتی به مجرد تامین شدن امنیت در ولایت غزنی و سایر ولسوالی های ناهم روند ثبت نام را به شیوه دیگر مناطق از سر خواهند گرفت. دوباره خوش آمدید. توجه کنید بچه‌ها، خبر کوتاه از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور توقف جدایی والدین و فرزندان مهاجران غیر قانونی را صادر کرده است. پس از شدت گرفتن انتقادهای داخلی و خارجی، رئیس جمهور آمریکا در سیاست جنجالی خود مبنی بر جدا کردن مهاجران غیر مجاز از فرزندان آنها تجدید نظر کرده است. بنابر کارشیوه جدید آقای ترامپ، مهاجران غیر قانونی و فرزندان زیر 18 سال آنها باید با همدیگر در گذرگاه‌های مرزی توقیف شوند. معلوم نیست که دوره بازداشت آنها چه مدت خواهد بود. بنابر مقررات کنونی، در صورت توقیف مهاجران غیر قانونی، دولت فدرال حد اکثر می تواند فرزندان آنها را به مدت 20 روز با آنها نگه دارد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع گزارش داده که دونالد ترامپ قصد دارد که اجازه توقیف نامحدود کودکان و والدین در کنار هم را صادر کند. اتحادیه اروپا می خواهد نحوه برخورد با پناهجویان را بررسی کند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای یافتن راه روبرو شدن با مسئله ورود پناهجویان نشست‌هایی را تشکیل می‌دهند. سباستین کورتس نخست وزیر اتریش در نشست با نخست وزیران کشورهای اسلواکی، جمهوری چک، لهستان و مجارستان در مورد تقویت مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. منظور از این نشست بررسی راه‌های مقابله با ورود گسترده پناهجویان به اتحادیه اروپا است. نخست وزیر اتریش از جمله منتقدان جدی پذیرش پناهجویان و مهاجران بخصوص مسلمانان است که به گفته او با فرهنگ غالب در غرب سازگاری ندارند. آقای کورتس حل و فصل بحران مهاجرت به کشورهای اتحادیه اروپا را در صدر دستور کار خود پس از به دست گرفتن ریاست 6 ماهه اتحادیه اروپا قرار داده است. دوره ریاست دوره اتریش در ماه آینده آغاز خواهد شد. اکنون هم وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. و غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. خبرها در همینجا به پایان رسید.